سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت با ما همراه هستند تا توضیحات بیشتری را در رابطه با آنچه که در افغانستان می‌گذرد به اطلاع ما برسانند. آقای جاوید، سلام عرض ادب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان شما. در خدمتم. ممنونم. آقای جاوید، وقوع سیل اخیر در افغانستان چه آسیب‌هایی به کشور و مردم افغانستان وارد کرده؟ بله، خیلی ممنون. متاسفانه افغانستان یک کشور است که تقریبا هر 5 سال دچار یک آفت زدگی از ناحیه باران و سیلاب و اینا میشه. این واقع هر 5 سال در افغانستان تقریبا صورت میگیره و باعث تباهی و بربادی هم مردم و مواشی و مخصوصا زیرساخت ها و زراعت میشه. خب نظر به سوال شما میتونه عرض کرد که سیلاب های اخیر میتونه مثلا در درآمد ناخالص ملی افغانستان مخصوصا در زراعت و مخصوصا در بخش میوه ها بسیار آسیب کلان رو برسانه که تقریبا وابستگی اقتصادی مردم افغانستان به تولیدات زراعتی و مخصوصا میوه هاست که در این فصل وقتی که باران میاد تقریبا همه چیز نابود میسازه. یک موضوع. موضوع دوم، آنچه که سر موضوع دوم تاثیر میگذاره، افزایش بیکاری فقر میان مردم دیهات است که ما اطلاع داریم که در افغانستان 77% مردم در دیهات ها زندگی میکنه و همین مردمان کلا آسیب پذیر هستند. و موضوع دیگه هم است که این سیلاب ها باعث خواهد شد که مردم بیشتر طرف شهرها هجوم بیاره، در شهرها دنبال کار بگشته و در بیکار کار پیدا نشه و از مشکلات های اجتماعی دیگه به وجود میاره و کلانترین مشکلی که به وجود میاره ممکن مخاطر مردم به خاطر امرار معاش و اقتصاد دست به مهاجرت های غیر قانونی در کشورهای همسایه بزنند. بله آقای جاوید، برای جلوگیری از بروز خسارات بیشتر چه تمهیداتی و توسط مردم و دستگاه های دولتی افغانستان انجام میشه؟ خدمت شما شد که بحث دولت شد. من فکر کنم که یکم وقتی که در موردش صحبت بکنیم، ما یک نظامی به نام طالب بانی در اونجا داریم که نه داره مثلا روی اونجا حکومت میکنه و این طالبا قادر به بحران یا مدیریتی بحران نیستن متاسفانه. یعنی توقع نداشته باشیم که در اونجا دولت باشه و یک اینا رو مدیریت. طرحی که ما به عنوان یک کسی که در دیم کار یک مقدار از نزدیک بودم میتونم چند موضوع رو مطرح بکنم پیش که باید برنامه های توسعه جنگلات را راندازی بکنن، چون در افغانستان به علت مشکلات سوخت و نیازمندی های مردم به خاطر گرمایش زمستان اینا عموما جنگلات را قطع میکنه، بوته هایی که در کوه هاست قطع میکنن. بنابراین باید برنامه ملی با پشتوانی مالی و علمی یک نهادهای بین المللی راندازی شه که اونا در سر موضوع توسعه جنگلات، قطع جنگلات کار بکنه و بیشتر مدیریت و استفاده درست از منابع آب و خاطر بازسازی اکوسیستم ها بیشتر فعال باشه و در به شکل طبیعی راه بیرون رفت از تغییر اقلیم و توسعه زراعت باید بیشتر روش تکیه بکنن، چون جنگلات قطع میشه و من وقتی که سیلاب از کومه تمام چیز پایین که میاره زراعت خراب میکنه. بنابراین باید روی موضوع جنگلات یکم بیشتر کار شده تا در جنگلات در کوه حفظ کردند. بله، با توجه به اینکه مردم افغانستان پس از حکومت طالبان با مشکلات زیادی روبرو شدند، چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مشکلات افغانستان میشه پیشنهاد داد؟ خب فکر می‌کنم که در مورد بعضی مسائلی مثل آسیب‌های یا مثلا تغییر اقلیم یا مثلا توسعه زراعت اقتصاد نیاز به این است که یک نظامی درست افغانستان به وجود بیاد. با فکر کنم که طرحهای بسیار خوب از طرف ملل متحد جامعه جهانی روی میز طالبان گذاشتگی است که متاسفانه طالبان تا هنوز تمکین به این طرحا نمیکنه. او طرحهای برات از این که در قدم اول طالب باید به طرحهای بین المللی به خاطر ایجاد یک دولت همشمول باید تن بده و قبول کنه و حرکت کنه به سمت تکثرگرایی. دوگنه موضوع دست به دست دادن همه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک دولت مدرن ملی است که باز در
خالی از اینا میشه که مشکلات های داخلی، مشکلات های محیطی اینا را حل کنه. و موضوع سوم هم میتونه اصلا جامعه ملی نیز داشته باشه که ما داریم با مشکلات تروریسم رو برستیم، مشکلات نابودی مردم رو برستیم، مشکلات طبیعی است که داره مثلا همه چیز از بین برده، روانی است و نیاز به است که یک همکاری بین المللی صورت بگیره تا بتونه مردم افغانستان از این وضعیت خود نجات بدن. و در من فکر می‌کنم که طالب ضعف در دولت داری داره، ضعف در مدیریت بحران های داخلی و خارجی داره. با این وضعیت نمیتن تا خودش مثلا ما بتن در روی بعض مشکلات های محیطی غالب بیاییم. بله، با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی که از فرانکفورت با ما همراه بودند.